طنز تلخ فوتبال ایران، درآمد اسکو برای ویلموتس. دردسرهای پرونده مارک ویلموتس برای فوتبال ایران تمومی نداره. دادگاه عالی ورزش غرامت 6 میلیون یورویی این مربی رو به کمی بیشتر از نصف کاهش داد تا در اردوگاه مهدی تاج و شرکا هلهله مبنی بر جشن گرفتن پیروزی راه بیفته. اما همه میدونیم که هیچ بردی در کار نیست، فقط یه رسوایی عظیم بوده که بخشی از ابعادش کاسته شده. همزمان اما اداره مالیات اعلام کرده فدراسیون فوتبال باید 32 میلیارد تومان بابت مالیات مربی بلژیکی بپردازه. پولی هنگفت که خودش میشه 1 میلیون دلار. این در حالیه که اوایل حضور ویلموتس در ایران ادعا میشد پرداخت مالیات اون به عهده خودشه، اما دیدیم که این ادعا هم چندان واقعی نبود. همه اینا غیر از 2 میلیون یورویی که قبلا به طور نقد به اسکوچیچ پرداخت شده، و چون این شرایطی یه خسران عجیب و فراموش نشدنی برای فوتبال ایران به ارمغان آورده. تاج و بازم تنابی به چاه. اون چه امروز میدونیم اینه که باید 3,200,000 یورو به اضافه سالانه 5% جریمه دیرکرد به ویلموتس بپردازیم تا کابوس حضور ننگین اون در فوتبال ایران به پایان برسه. در این میون اما مهدی تاج، مسئول اصلی پرونده ویلموتس که حالا دوباره برای رسیدن به کرسی ریاست فدراسیون خیز برداشته، یه آدرس اشتباه دیگه میده. میگه که میتونیم فعلا این پول رو نپردازیم و ادعا کنیم تحت تحریم هستیم. در این صورت حتی جریمه دیر کردن به اون تعلق نمیگیره. این در حالیه که در طول سالهای تحریم بارها فیفا باشگاه ایرانی رو برای پرداخت بدهی‌های بین‌المللی خود تحت فشار قرار داده و پنجره نقل و انتقالاتی اونا رو بسته. طبیعتاً فدراسیون جهانی گوش به این حرفا نمیده و ممکنه فدراسیون فوتبال یا تیم ملی ما رو جریمه کنه. به طور کلی هم تجربه تاریخی نشون میده خطر گوش نکردن به حرف تاج کمتر از خطر گوش کردن به حرف اونه. همین اسکوچیچ که فوش می‌خورد. در چنین شرایطی طبیعتاً طلب مارک ویلموتس از محل مطالبات معوقه فدراسیون فوتبال ایران در فیفا پرداخت خواهد شد که دست به نقدترین اونا پاداش صعود به مرحله نهایی جام جهانیه. گویا این پاداش در کنار کمک هزینه آماده سازی که به 32 تیم تعلق میگیره چیزی حدود 12 میلیون دلاره. رقمی قابل توجه که بیش از 1/4 اونا باید به جیب ویلموتس مفخور سرازیر بشه. این اتفاق در حالی رخ میده که مربی بلژیکی با شکست برابر بحرین و عراق تموم تلاششو کرد تا پای ایران به قطر نرسه. اما اسکوچیچ در شرایطی عجیب و غریب هدایت این تیمو پذیرفت و بار رو به مقصد رسوند. شاید اگه امروز به جام جهانی نرسیده بودیم، پرداخت همین 3 میلیون یورو به یه مصیبت بزرگ تبدیل میشد. طوری که آقای تاج با تموم اعتماد به نفسش نمیتونست به دوربین زل بزنه و سیاستهاشو توجیه کنه. با این حال، صعود به جام جهانی قطر و دستیابی به پاداش هنگفت فیفا خیلی از معادلاتو عوض کرد. طنز روزگار اینجاست که ویلموتس با عزت و احترام، با تشریفاتی که 100 برابر بیشتر از حقش بود، اومد و گوش فوتبال ایرانو برید. اما اسکوچیچ که دستمزدش به اندازه مالیات مربی بلژیکی هم نبود، بابت بردن ایران به جام جهانی همچنان بد و بیراه میشنوه و تحقیر و تمسخر میشه. اگر از محتوای ویدیو راضی بودین، سابسکرایب یادتون نره. فعلاً.